سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. جواب تند حمیرا قادری برای طالبان. سازمان صحی جهان: سیستم شکننده صحی افغانستان نیاز به حمایت جدی دارد. و همچنان در پایان، جان باختن دو تن بر اثر شلیک طالبان در ولایت هرات. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: جان باختن دو تن بر اثر شلیک طالبان در هرات. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد. منابع مردمی در ولایت هرات می گویند که در نتیجه شلیک نیروهای طالبان در ولایت هرات، دو باشنده این ولایت جان باخته اند. این منبع که شاهد حادثه بوده است و روزنامه 8 صبح می گوید که این رویداد بین ساعت های 7:40 تا 8 شام دوشنبه 27 جدی در منطقه کازمی مقابل کابل بانک سابق رخ داده است. این منبع میگوید که نیروهای طالبان در ایست بازرسی بر یک موتر سرایچه تیراندازی کردند که در نتیجه آن راننده موتر جان باخت. با گفته این شاهد رویداد، با شدت گرفتن شلیک های نیروهای طالبان، یک دکتر مشهور به دکتر جلال نیز در درب دواخانهش مورد هدف قرار گرفت و جان باخت. منابع امنیتی طالبان در این ولایت تا کنون در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که چندی پیش نیز یک دکتر از سوی طالبان در چوک مستفید هرات مورد هدف قرار گرفت و جانش را از دست داد. با تازگی یک دختر خانم جوان در مرکز کشور نیز هدف شلیک طالبان قرار گرفته و جانش را از دست داده است. همواره شهروندان از مسلکی نبودن نیروهای طالبان در ایستهای بازرسی شکایت دارند. در همین حال، جبهه مقاومت در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: دکتر حمیرا قادری به طالبان: شما تنها چوکیهای دانشگاه پنجشیر را آتش زده اید. آزادی مفهومش را با سنگ و صخره پنجشیر پیوند داده است. هر خانه پنجشیر، هر فرد پنجشیر آموزگار آزادی است. مگر دانشگاه و دبستان چه درسی فراتر از آزادی به دانشجو می دهد؟ شما تنها چوکی های دانشگاه را آتش زدید. هر خانه پنجشیر، هر فرد پنجشیر آموزگار آزادی است. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک جبهه مقاومت ملی. در همین حال، سازمان صحی جهان: سیستم شکننده صحی افغانستان نیاز به حمایت جدی دارد. روزنامه 8 صبح کابل چنین می نویسد. سازمان صحی جهان در گزارش گفته است که افغانستان با یک بحران بشر دوستانه بی سابقه مواجه است و سیستم صحی شکننده این کشور همچنان به شدت نیاز به حمایت دارد. این گزارش که روز دوشنبه 27 جدی نشر شد آمده است که صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد از نوامبر 2021 تا جنوری 2022 حدود 45 میلیون دلار به سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف برای حمایت از 2149 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان کمک می کند. طبق اعلام این گزارش، سازمان صحی جهان دواهای ضروری، تجهیزات پزشکی و همچنین سوخت گرمایش در اختیار مراکز صحی قرار داده تا نیازهای ضروری آنها در زمستان سخت تأمین شود. این بودجه همچنین سایر هزینه های عملیاتی از جمله معاش حدود 250,000 کارمند صحی را نیز شامل می شود. سازمان صحی جهان تاکید کرده است که هنوز چالش های زیادی در افغانستان وجود دارد که باید رفع شود. این کشور در حال حاضر با شیوع اسهال آب کیهات، سرخک، تبتنگی کرونا و مالاریا مواجه است که بار سیستم صحی شکننده را افزایش داده است. سازمان صحی جهان خاطر نشان کرده است
که افزون بر تمام تلاش ها بیش از 1200 مرکز صحی و بیش از 11000 کارمند صحی زیر پوشش حمایتی این سازمان قرار گرفت. این حضارها در حال مطرح می شود که در پی تحولات اخیر در کنار فقر و بیکاری موج چهارم کرونا نیز در افغانستان شیوع پیدا کرده است. بیشتر مراکز درمانی کرونا در افغانستان نیز از فعالیت باز ماندند و دوا و تجهیزات طبی خیلی کم است. با این حال زلزله در بادغیز رسانه 22 تن جان باختند. خبرگزاری باختر می نویسد تا کنون در بادغیز 22 تن جان باخته است. با گزارش اسپوتنیک مسئولان طالبان در ولایت بادغیز می گویند که شمار تلفات زمین لرزه امروز در آن ولایت به 22 کشته و 4 زخمی افزایش یافته است. بیشتر قربانیان این رویداد در ولسوالی قادس ولایت است. زمین لرزه در افغانستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. مسئولان محلی طالبان در ولایت بادغیز میگویند که شمار تلفات زمین لرزه امروز در آن ولایت به 22 کشته و 4 زخمی افزایش یافته است. بیشتر قربانان این رویداد در ولسوالی قادس آن ولایت است. خبرگزاری باختر می نویسد که این آمار ابتدایی است و قابل تغییر می باشد. گفتنی است که این زمین لرزه خسارات هنگفت مالی نیز بجا داشته است. خبرگزاری باختر و نقل از طالبان می نویسد که این آمار ابتدایی است و قابل تغییر خواهد بود. گفتنی است که این زمین لرزه خسارات هنگفت مالی و جانی نیز در پی داشته است. قانونگذاران آمریکایی خروج ما از افغانستان نقطه ضعفی بود که روسیه را جسورتر ساخت. کمیسیون تصفیه صفوف طالبان حدود 3000 نفر را پاکسازی کرد. کرزی با سفیر ایران دیدار کرد. سفیر ناروی با سرپرست وزارت معارف طالبان نیز دیدار کرده است. شاهزاده انگلیس امتیاز سلطنتی را با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.